به نام خداوند دادگر، بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. آرزو دارم خوب و صحتمند باشین. امروز در گزارش ویژه در خدمت شما هستیم و امروز یک نمایشگاه، یک روزه محصولات زراعتی و دامداری ولایت غزنی سوی ریاست زراعت برگزار شده ایجا در تالار ریاست زراعت. جمع کثیری از هموطنان ما هستند که محصولات و پیداوار زراعتی، کشاورزی و دامداریشان ما نمایش گذاشتن و هموطنان عزیز ما زیاد مراجعه کردن برای بازدید از این ساحات. با دوستایی که اینجا هستن در قسمت لبنیات از این قسمت شروع میکنیم، بعدش با دوستا صحبت کردیم. سلام، وقت شما بخیر. خوب است انشاءالله. صحت شما خوب است. در اول اگه خود معرفی کنیم، اسم شریف حمید اکبری، نماینده نمی شرکت خواجه‌شیر بابا. لبنیات است. چی دارین امروز در نمایشگاه؟ شیر نمایشگاه برای نمایش از مسکه گرفته پنیر شور، چکه، ماست، پنیر شیرین، سونی الوا، قیماق، تمام این چیزها بدون مواد نگهدارنده که رضایت وطندارای ما باشه. ماست هم تو با صدقه مردم تا یک هفته که خراب نمیشه انشالله بدون مواد نگهدارنده ما این کار میکنیم. یک چیز صحیح انشاءالله. معمولا از کدام ولسوالی ها، از کدام خریجات معمولا شما این مواد خام ما اینالی از غزنی، از قره‌باغ، مالداری ما در قره‌باغ است. تولیدات ما اینجا در پشتون آباد است. یک ذره ماشینری چیزا کم داریم انشاءالله که او رو هم جور میکنیم. میان در غزنی ما گوداری بسیار زیاد داریم، 130 چل دانه گو داریم، زیاد بسیار سرمایه‌گذاری کلانی کردیم بخیر. می خواهیم پروسس بسیار خوبی داشته باشیم در غزنی انشاءالله. همین رقابت تولیدات وطنی با خارجی در چه سطح هست؟ مردم چقدر علاقه مند هستن که از محصولات وطنی استفاده کنند؟ لبنیات کلند باید استفاده شد از وطنی؟ گفتان صحیح. خب ما اینطور است، از بیرون که می مواد نگه دارنده می زنه، پیش آشنایی مردم نداشتن. حالی قطر مردم اونمون چیزی که ما چیز طبیعی جور میکنیم، مردم زیاد علاقه منده شدن. نام خدا فعلا فعلی شرایط بسیار خوب است. نام خدا تشکر، موفق باشه. باشه شما. تشکر از شما، سلامت باشه. احمدتون عزیز، گذاشته از لبنیات انواع محصولات زراعتی و دامداری هستند در این نمایش که با نمایش گذاشته شده. انشاءالله بخش های مختلف هم چی میکنیم و معرفی میگیریم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. بخیر است، خیرت جالجوب خیرت بخیر است. چیزهایی که در نمایشگاه امروز دارین چه چیزها هست اگر برای امروزای ما معرفی بکنیم؟ این پنج باز کسپله هست، قالین هست، مواد قالین هست که رنگ کرده هست. این چیزها که پیشیز ماشین ریش هست، ماشین که امی ماشین چی هست؟ ریش یا؟ ماشین ریش هست. ایره از شما از چی بشی تبدیل میکنن اگر؟ پشم تبدیل میکنم در تار. وده از این تارا بیشتر برای قالین؟ بل قالین بازی رنگ میشه، این تک رنگ شده بازا قالین تبدیل میشه. از قالین دیگه خارج تر بسازه میشه. این رنگ و مسائل شما امکانات شده ایجا از خود؟ در غزیم هستن. در غزیم هست. یک امکانات چیش خیلی کم هستن قیچیزی. قیچیزی در غزیم نمیشه دیگه کل امکانات در غزیم پیدا میشه. چی مشکلات دارین در بخش صنعت خودتان؟ کمبود امکانات و ماشینالات؟ ماشینالات کمبودات خود مقصد فروشات ما پیش از یه پشت یک کلوش یک شده ده افغانی بود. همین اول سال. اما فعلا تجاران زنگ میداریم بگوشتن فروشات خالی پشت بود. 70 روپیه 80 روپیه. تار اگه سابق بود ما در 350 تا 400 فروش ما بود. اما ما در 270 80 فروش ما
این تار سابق دونیم تا ما فروش میکردیم مال در یک سر سابق معمولا نمی پشمه که به تار تبدیل میکردن یا میرشتن به اصطلاح اگر اشتباه نکنم معمولا خانوما در اطراف قریجات میکردن حال ما مو سبک است یا فعلا کلن از طریق ماشین چی میکردن؟ اکثر در طریق ماشین است حال مردم پیشرفته شده اکثر شکل کم تو با خانوما سابقه بخاطر این که یا فکرشان کم اکنی وشو انتقاد دیست خود دکتر اکثر شده ولی خوبه یعنی خانمایی که میارن با شما میخرین این تارو؟ نه ما خود ما پش میدیم نموی اطراف دکان دارم دقل شده خود ما پش بدیم خود ما میشویم میبریم سورتونیم تو سه رقم از یک زید سفید اولش با شکری با گور است با دودلوش باز ما خود ما سورتونیم تایارو نمیدیم باز ما رفی کلیو صد رو پیه مدرش شمیدیم افتاد رو پیه اشتاد رو پیه این چی شده بده سلام بارشون شکر نماد هم هستی چه معمولا چند متر است که متاش مردم فعلا خوش میکنن بله بله مردم از خاطر میدونم بعد آن از مزار ما یک نمات های غزی باز کفیتش نوزد در مزار بالتر است بخاطر دی که این از غزی است؟ آه این نمات غزی چند است که متاش چند شده چند این دیگه فی پاویش ده دوستاد افغانیست ده پا به شکل دیگه سول سلام واده این تو لکیست سلامت باشین شما خواهد هموطنهای عزیز در قسمت عسل و آلوی بخارا و میوه خشک غزنی رسیدیم عسل غزنی هم از عسل نامدار است و آلوی بخارا که نام یا شهرت جهانی داره آلوی بخارای غزنی سلام استاد وقت شما بخیر زنده باشین بخیر باشین بسیار خوش آمدین سلامت باشین جناب استاد اگر خود بیشتر معرفی کنین برای بینندای ما و یک ذره توضیحات بکنید. ما پهنمل استاد حشمت الله سایس هستم و عضو فارم تحقیقاتی تولیدی و خدماتی زراعتی صحت در ولایت غزنی. محصولات را که ما تولید میکنیم انواع مختلفی بوته ها و گل های زینتی است. تا و از این طریق ما عطریات استخراج میکنیم. از این طریق ما بعضی عصاره ها را تولید میکنیم از گل ها که در صنعت غذاسازی مورد استفاده قرار میگیره در طبابت خیلی زیاد استفاده قرار میگیره فعلا در جهان امروزی که بان که یعنی تکنولوژی هم بسیار پیش رفته 80% مردم جهان از نباتات طبی در طبابت استفاده میکنه افغانستان با داشتن 5000 نوع نبات یکی از کشورهای بسیار غنی است در قسمت نباتات و 20-30% نباتاتش اندومیک یا بومی است که در افغانستان پیدا میشه و اینا اکثرا نباتات طبی هستند هدف عمده ما اینمی است که نباتات تولید شود و از این در صنعت و در عطریات سازی و فرمال سب ایتو نباتات بومی شما یاد کردین در غزنی تو یک نبات بومی خاص است که مثلا در دیگه ولایت ها نباشه یا کم رنگ باشه و در طبابت استفاده شود؟ بله نباتات بومی افغانستان ما قسمی که گفتم 25-30% یا 20-30% است از جمله مثلا یک چیزی که بسیار مشهور است ما به نام خارکی یاد میکنیم زمستان وقتی که برف میشه کل نباتات زیر برف میشه تنها نبات از برف بیرون میمونه اکثرا مردم بالای از اونها پرنده ها را شکار میکنند از جمله نباتات طبی هستند و اندومیک افغانستان است یعنی در دیگه دنیا پیدا نمیشه در غزنی تو چیز خاص است مثلا استفاده کنیم مثلا اگر نام ببریم بله بله اولا اینمی نبات را که ما یادآوری کردم مورد استفاده ما قرار میگیره نبات دیگر که ما در اینجا آوردیم گرچه او از افغانستان نیست از خارج آمده اما یک نبات طبی هست نتیجه میده 100% ان شاء الله نتیجه میده ما نباتات طبی خیلی زیاد را میتونم برای شما نام بگیریم مثلا خاکشیر است مثلا بادیان است جوانی است مثلا پودینه است مثلا انواع مختلف گلباب است اینا کلشان نباتات طبی هستند که مردم تریخ است درونه تریخ یا درونه است اینا را مردم مورد استفاده قرار میتن اما به صورت عنعنوی ما کوشش داریم که علمی تر شود شکر بخیر باش سلامت باشه خب چیزایی که اینجا هستن آلوی بخارا است در قسمت بازاریابی آلوی بخارا آلوی بخارا از کجا است آلوی بخارا بسم الله الرحمن الرحیم آلوی بخارا که هست از روسوالی خوجامری از زمین
ولایت غزنی است و بسیار کیفیت خوب دارد و شهرت جهانیم دارد و یک ذره همی مسئولاتی که در نگاه صحی کمی امید دقاقین ما متوجه زیگب نیست که کوشش کنن این را به طور صحی جمعواری کنن و برای ما تسلیم بیتن قسمت بستبندی گپ باشه بستبندی بله پروسسش میگم بسیار کوشش کنه که مثال همین فرمایی که جور شده ما زیاد راضی هستیم مثال یا بستبندی و هم این چیش هم به نگاه صحت بستبندیش درست میکنن کوشش کنن که توجه خاص کنن در این باره به خاطر که ما این محصولات که میبریم از این کشور یک کشور دیگه انتقال میتیم یا به فروش میرسانیم اکثر اوقات ما به مشکلات میخوریم چون جنسای گوناگون در بینش پیدا میشه و مشکل برای ما ایجاد میکنه بسیار زیاد تشکر شما نقطه بخیر باشید اشاره کردن قسمت بسته‌بندی الو بخارایی که فعلا شما در اینجا در تصویر میکشانه نشه این تولید ولایت غزنی است و با کمک فرم تحقیقاتی تولیدی و خدماتی زراعتی صحت پروسس شده و این فرم یکانه فرمی است که الو بخارا را در ولایت غزنی به صورت احسن الان شما استاد چون بس زیاد طولانی نشه برای زمی باغدارا میتونه ترنینگ دادین میتین بعض وقتا یکمان برنامه را اندازی میکنین که اونا وقتی که پوست میکنن مثلا آلو را یا دوباره خوش میشه اکثر سال موضوعات مد نظر بگیرن قسم که برادرم گفتن مثلا ناپاک است یا درست پوست نمیشه این تک ترنینگ هم نه خیر ما تا هنوز برای کس ترنینگ ندادیم ولی در پلان آینده ما هست که باید برای مردم آگاهی دهی شود و این ضرورت به کمک مالی و ادارات دولتی داره و مؤسسات همچنان ما خود ما این را پروسس میکنیم وقتی که پروسس میکنیم به مقدار بسیار زیاده برای کارمندای خود برای کارگرای خود میگیم که به چه طریقه باید استفاده شود تشکر از شما دکتر تشکر از شما از ماهنگیتان از اصل دوستا صحبت نکردن بین که رفیقایی که فارم زنبورداری غلام رسول رستگار شما کاکا خوب است انشاءالله شکر فضل خدا اصل خوش میکنین ما اصل میخواییم که بی خریداری کنیم امی اصل کدامش خوبش از بنظر اصل دیگه بنظر ما سفید گرنگ به نظر ما اصل چی خوبش است کویی خوب سیمسول خوب است نی؟ این درجه اول است سیمسول شده این یک سیمسول یک قسم گیاه است که در دشته ها میرویه گل سبز دار است بهار که گل میکنه این تا خزان را گلشان این میتونه که از این حاصل خوب برداره بازی زنبورش فرق میکنه یا نه؟ نه محلش که محل جایشان نه که زنبور گلشان نه از کجا است؟ از کجا باید چی شد؟ تغذیه شد و نه برشون قیمت های از لالا چندی است اینا؟ قیمت های اینا کس از گل های بیر است که کس او کس پاکستانی است خود ما فارم پاکستان برده خب از می غزنی غزنی اصل غزنی کس اینا از گل های کوی است همینا ها؟ اصل قیاب است او باز کلوش میاد 500 این 500 هست کلوش یک کلوش یا نیم کلوش نیم کلوش اینا کس از گل های شینجو چند نوع اصل داریم رفیق؟ هر رقم رقم اصل است در مجموع قیمت از این بازو چقدر فرق داره؟ کیفیتش چی فرق داره؟ کیفیتش زیاد فرق داره اینا کس باز کلوش در 4.5 ست میاد یکی از گل سیمسول است بزو یک از ذره کیفیتش از یک پایین است اینو خوبتر است او خوبتر است موفق باشی رفیق گل زنده باشی خیر باشی انشاءالله که هموطنان عزیز ما از اصل وطنی و خالص وطنی غزنی استفاده بکنن سلام علیکم خوش آمدید خیلی زیاد بخیر باشین زنده باشین خودت نمیتونی که نمایشگاه که برگزار میشه چقدر خوب است برای اینکه اصل غزنی به معرفی گرفته شود میوه‌جات غزنی به معرفی گرفته اصل غزنی ما کیفیت خیلی خوب داره انشاءالله زیاد در سطح افغانستان مشهور است این نمایشگاه باعث تمزی میشه که تجارا جلب توجه کنه برای ما و همچنان اصلای ما را استفاده کنه خیلی زیاد انشاءالله باز بشه با فارم هم داریم فارم اصل فروشی و فارم زنبورداری آجی غلام ربانی مربوط ما میشه که انشاءالله در سطح افغانستان مشهور است انواع مختلف اصلا داریم در اینجا فقط اصل خارجی که ما داریم به نام اصل بیرس اصل پاکستانی دیگه قسم اصل خارجی ما به فروش نمرسانیم به نام اصل بیر از غزنی باشه نه ما اصل را سودا منیم که کیفیت خوبش داشته باشه او مطرح نیست پیش ما که او پاکستانی باشه یا افغانی اما اصل دیگه کشورا که است اصل با کیفیتش در افغانستان نمه رفیق گلم یک سوال بر ما پیدا شد اصل فروشی آجی غلام ربانی
در چندی نقطه شهر است؟ متوجه شدی خود که کلش مربوط یک نفر است یا چه رقم؟ کلش مربوط یک نفر میشه، فقط هم نمایندگی هاش در سطح غزنی زیاد است. ما گفتم که تو سوء استفاده نشه. نه ان شاء الله سوء استفاده نم، دولت با ما همکار است. سلامت باشین برادر، تشکر. همتان عزیز، به می ترتیب میایم به زعفران و بخش هنگ. اگر زعفران و دوستان اجازه بدن که من همراهشان صحبت کنم با دوستایی که هستن. سلام علیکم. سلام، خیر هستید؟ سلام علیکم. علیکم سلام، بخیر هستید؟ خوب هستین؟ سلامت این، بخیرم. سر شما خوب است؟ اسم مبارک شما؟ اسم حاجی محمد علی معمار، از ولسوالی ناور، ولایت غزنی، فعلا باشنده نوآباد. خب زعفران است دیگه؟ زعفران غزنی است کلا؟ زعفران غزنی است. تقریبا 12-13 ساله که ما در زعفران کار میکنیم. اول در هرات کار میکردیم، اونجا هم زمین داریم، خانه داریم، بعد به اینجا اومدیم که اینجا کار کنیم. باز اینجا زیاد زحمت کشیدیم، گاهی تحول اومد، گاهی سقوط اومد، بالاخره ما اینجا کار نتونستیم، فعالیت نتونستیم دیگه. دوباره یک ذره کشت دوباره انتقال دادیم به هرات، حال فعلا اینجا هم داریم. در غزنی در کدام ساعت کشت داریم؟ در صاحب کول کشت داریم، فعلا 4 سال 5 سال کمون جک. قیمت های زعفران چند است؟ قیمت های زعفران در حساب کیلو از 80,000 گرفته تا 1,10,000 حساب بازار عمومیش. در حساب گرام دیگه 90 روپیه تا 100 روپیه مثلا هر گرامش ما به فروش میرسانیم. اینا چند گرام است؟ این میا 1 گرام است. اینا 1 گرام است. قیمتش هم چقدر است؟ 100 روپیه است. 100 افغانی است. این بیشتر واسه مردم خوش میکنند، داخل غزنی هم استفاده میشه؟ ولاد برای داخل غزنی بسیار مردم کم استفاده میکنند. در کابل خوبتر است. مزار روان میکنیم خوبتر است. دیگه است فروش چطور است؟ مردم قیمتش فرق میکنند نسبت به چای قیمتر است یا همون قیمت یا مردم معمولا با چای عادت کردن؟ نه، مردم به چای عادت کرده. اگر نه، از چای که بسیار مفید است، خوب بسیار مفید است در چندین تکلیف مرض و از جمله در دید چشم بسیار مفید است، در قلب بسیار مفید است، برای اعصاب مفید است، برای آزمایش یک ای خوب خیلی کم انداخته، 3-4 تا دید یک چای بر چای انداخته میشه. شما چای بکنین، بخورین، آرام بشین، یک جای تمام شما رو زیر عرق میکنن، بسیار نرمال بشین، آرام بشین. دیگه حال خوب مردم با شما عادت نداره، قیمتش هم یک ذره گرانه، البته مردم دیگه خوش نمیکنه، اون تو کلا خارج میره. تشکر از شما. خلاص، تشکر از شما. خیر باشید. دوستان گرامی، در این نمایشگاه از ادویه های حیوانی و نباتی است. بله انجینر صاحب، هم به نمایش گذاشته شده زراعتی که برای درخت و گیاه و همچنان برای مال ها است. اول خدا اگر معرفی کنی انجینر صاحب برای بیننده ما. محمد ابراهیم فروتن هستم، مسئول شرکت خدمات زراعتی کیمیا صنایع. فروتن صاحب، چطور است وضعیت نمایشگاه؟ بیروبار است؟ والا ماشاءالله، حال خوب، فلحال خوب بیروبار است. نمایشگاه یک روزه است؟ یک روزه است. اگر ادامه پیدا کنه همچون نمایشگاه ها، چقدر به نفع شما و به نفع کسایی است که کار میکنه بخش دارند؟ والا سابق خوب بود، نمایشگاه ها در غزنی زیاد دایر میشد و بر محصولات ما بازار خوب پیدا میشد. خب متاسفانه در 2 سال اخیر اولین دفعه است که نمایشگاه زراعتی در غزنی برگزار شده است و انشاءالله نتیجهش مثبت است، به خاطر که دیاقین میآید، محصولات ما رو میبینه، محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک داره. ما چی چیزایی را امروز داریم؟ چیزایی که مردم بفهمه؟ ما واکسین زمستانی داریم که وینتر آیل است و بردمکشر داریم برای زمستانی. این کیمیاوی نیست، طبیعی است کلشان. با قسم طبیعی است، این نچرال است و کیمیاوی اگه باشه او ضرر خود داره. امروز مسئولات برای ماش گذاشتن که دهقانا در فصل زمستان استفاده میکنن، مثلا به خاطر جلوگیری از امراض مسئول. بله، به خاطر جلوگیری از امراض غزنی زمستان سر داره، به می خاطر ما وینترال برایشان آوردیم که تجویز کردیم که اینمی را استفاده کنه که نمو پندکای برای اینمی پندکای میوار یخ نزنه و امراض سرش بپشانه، تخمه را از بین میبره. تشکر جناب، ان شاء الله که موفق باشید. سلامت باشید. به می ترتیب دوستان گرامی، فقط یک بخش کوتاه مونده.
هموطنان عزیز، در این قسمت هم یک بخش از محصولات آتریس و این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. باجی سپ معرفی میشه. باجی سپ محترم، خوب است ان شاء الله؟ سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من حاج محمد است، باشنده ولایت غزنی هستم. امروز خواستم که محصولات وطن خود در نمایش بمانند. این آتریس وطنی است؟ آتریس وطنی است، تولیدات وطن خود ماست. بخش شرکت رامکی است که بهترین کیفیت کرماش، از صابونش، از ظرفشویش، از کلش، از برندهای خارجی که در خیلی بالا است. من این را آجیز بخاطر پیش شما آمدم که من صادقانه میگم، من از آتریس استفاده کردم، واقعا خوب است و امیدوار است که مطالعه ما توجه بکنم. آجیز چه چیزا داره آتریس؟ آتریس همی ثبت بستش پر است، دستشویی داره، ظرفشویی داره، سفید کننده داره، جلیمگیر داره، صابون داره، دیگه ظرفشویی داره، از همه محصولاتش پر است. این از نگاه رقابت، هم از نگاه کیفیت و هم از لحاظ قیمت چقدر در رقابت هستیم؟ ما رقابت نمال کده خیلی شرکت ها رقابت میکنیم، کده گلرنگ، کده نیلو، کده کل شرکت ها ما رقابت میکنیم، چونکه تولید وطن خود ماست، کیفیتش خیلی بالا است. کیفیتش خیلی بالا است. هر دوستان و همشهریان غزنی که میشنوه صدای ما را باید از این محصولات استفاده کند. انشاءالله خیلی خوب. سلامت باشین حاجی صاحب، موفق باشین انشاءالله. امیدوار هستم که همتون های عزیز ما هم مواد بهداشتی غزنی را استفاده کنند، هم از ماست غزنی استفاده کنند، از آلوی بخارا، از محصولات زراعتی، تا بتانیم که تشویق شد و روی اقتصاد کل مردم تاثیرگذاری داشته باشه. بدون شک اگر اقتصاد یک دهقان خوب شد، همونطور از واجسته، اگر اقتصاد دهقان خوب شد، از خیاط و نجار و مامور جور میشه. بخاطر چون یک کشور زراعتی است و تولیدات وطنی مثل محصولات آتریس، دیگه محصولات وطنی که استفاده بکنن که هم کیفیتش خوب است، هم قیمتش خوب است و هم زمینه رشد صنعت تجارت افغانستان مساعد بشه. تشکر از شما. سلامت باشیم. این دای عزیز تا فرصت دیگر، خداوند یار و مددگار شما.